مهمان امروزه برنامه ما یکی از بانوهای جوان دختر زیبا که نو بسته از جوانی توانست در بین خلق محبوبیت خود را پیدا کند. این دختر جوان در یکی از فیلم های بسیار سیرگی در نقش مرکزی بازی میکند. اونم هست گلنوزه خوجایوه. شما را با برنامه خوش آمدید میگویم. تشکر زیاد. سر اول میخواستم بدونیم چرا شما را گلنوزه بلبل میگویم؟ چونکه نصیب من بلبلو نه هست و خود من خواستم که در تیترهای برنامه گلنوزه بلبل باشد. کودکی شما چه خیلی گذشته است میگن عذابهای زیاد داشتید. میخواستم باید به این موضوع کمی سکر میزدید. عذابهای من تنها دوری از مادر بود. در یک اویله کلان شدم که من هیسی بیوه نمیکدم دا هیس نمیکدم که یو پدر مادر ما هستن یا نیستن، لیک ما وقتی کلان شدم در صنف هفتم میخوندم بعد فهمیدم که مادر اصلی خودم نیستن. کی رو به اولین شده به شما گفت که مادر اصلیتون اینها نیستن؟ از دهانی همسینفانم شنیدم. بعد از شنیدن آیا رفته با این سوال رو باز پدر و مادرتون پرسان شدید؟ اولین بار در صنف چهارم میخوندم وقتی مادرم بیمار بود در بانیسا بودن، همون لحظه یک همسایه به من گفت که مادر اصلیت تو رو کفتنی اومده است. من حیران شدم، گفتم که اوچه ما در بانیسا ما دیر کدم به همی خاطر اومده باشن که گفتن نه اوچه خده. بعد اومدم امخه اوچه ما گفتم که اوچه ما گفت نه و یا دروغ میگن و یا دزبرکن. چند پیش دیدیم شما مادر اصلی خودتون رو یافتید. هنگامی که اولین مراتب دشم رو چی حسیات فرا گرفت؟ و حسیات به زبان آورده نمیشد. خوشبختی این دستیات نمیشد. آیا مادرتون این روز همراه شما است؟ بله. در یک وقت هم در تلویزیون کار کردن، هم در تحصیل کردن در اکادمی و هم در فیلم خسوری من در نقش اساسی بازی کردن مشکل نیست. چگونه از عهده این نقش می برید؟ وقتی آدم شوق داشته باشد یگان مشکلی در نظرش نمیتابد، نه مشکلی بخوابی، نه مشکلی که کار زیاد است یا مونده میشود. من صدقا که همه چیزا میخوام برای امید در نظر نمیتابه، مشکلی نمیتابه. شتاب در این جوانی توانسته در یکی از فیلم های بسیار سیرگی که خسور من نام بود در نقش مرکزی جویگر شوید، در نقش مرکزی رو بازی کنید. چگونه این به شما میسر گردید؟ انا که مرا گوش کنید، نگین که بچه شهرم، نگین که با پول همه چیز خریده میتونین، یا نمود گب نزنین که کدبتا ما ده حق شما سخته مردیستم. ای روی من در فکر من نبود که یک روز نیمه در امخه سریال بازی میکنم. در صفحه اینستاگرام با دوستی خودم فرهنوز جمشید عکس خود را ستوریز کردیم. فرهنوز که در سریال عشق پول دوشنبه بازی کرده بودن، همونجا اکای نبجان پیرمت دیدند و با کاسینگ دعوت کردند. من کاسینگ رفتم، با من یک جمله دادند که من زندگی کردن میخواهم. همین جمله رو با چند طریق من گویم و کاسینگ رو گذاشتم. امروز در نقش مرکزی سریال خسرو من بازی میکنم. آیا امروز شما رو در کوچه بینن با نام گلنوزه صدا میکنن یا با نام نقشی که در فیلم خسرو من بازی کرده؟ زیادتر زینب، ولی زیادی ها دختر یک هیتل میگن. این نقش به شما پسند است وقتی که باید دختر یک پدر خسیس بودن؟ وای حقیقتی روز است. این خیلی انسان ها در حیات وجود دارند. پدر ما انسانی بد نه، فقط کمتر اکانومیک نه. خیلی ایساب تو قگیشونه زنگیرن سازیشن. شما در اول آگاه بودید که در همین نقش بازو میکنه در فیلمی در فیلم دختر یک پدر خسیس؟ البته دختری دهاتی و پدر خسیس البته میدونستم. شما خود اصلا زوده کجا هستید؟ خب تا مدتی که ما اوچان پیدا کنم ما فکر میکردم که دهم فوریه سال 2002 در دهه منکج جماعت دهاتی راحتی به دنیا اومدم. اما بعد از اون که اوچان پیدا کردم معلوم شد که 3 دکبر سال 2003 در نوی ورزا به دنیا اومدم. آیا امروز یکان نفر به خواستگاری رفته است به شما یا نه؟ ما البته همه بیان یا دختر صد کس خیلی داره با یک کس میگیره. اگر یک نفر در زندگی شما پیدا شود که او به شما خیلی پسند است،
شما از بحر هنر پیشگی میبرید و با اولادار میشوید. مرد باشد که در قول خود ایستد. بعدش فکر میکنیم. بو باریان تو سکو. مسلحت میکنیم. نه. اساس برای من این خوشبختی است. جای اویله را نه پول گرفته میتوند، نه ای کار و وظیفه و یکان چه جای خوشبختی در اویله گرفته نمیتوند. برای من اساس ای اویله خوشبخت داشتن است. شما چند جوان باشیدم، علاقه محبوبیت خود رو پیدا کرده در بین مردم. و عقیده هست که دختر باید نخونه داره، دختر همچون خونشین باشد، فرزند خود رو تربیه نماید. شما با این فکر راضی هستید یا نه؟ اگر دختر نخوند، پگه فرزند خودش چه درس نشان میدید؟ حداقل درس هایی که او را معلمه ای مکتب میتیشا میگه برا دخونه قطعی پدر مادر تیار که وقتی میام میگه اوچا همجار چخلی کنم، من نخوندم، من نمیدونم، من چخه فرزند خود ما دروغ نشانتیم. باید خوندگی باشه در آینده که شوهرش او را کرکنی نمو، حداقل برای فرزند خودش سواد کافی داشته باشه. و دیانه که در فیلم خسوری من نقش آفریدید، باز در یکان رولی کن در یکان کینوی دیگر هم برای نقش آفری دعوت کردن شما رو؟ البته این روزها بسیار برای رولی کن دعوت میکنن، نکیم حضیرش در بازی کردن نمیخوام در یکان رولی کن. چرا؟ مثلا شما بیشتر میخوای در فیلم نقش آفری کنید در رولی کن؟ البته در فیلم. فیلم از حیاتی حقیقی گرفته میشود. رولی کام همین خیلی، لیکن فیلم فکر میکنم نقص داره، چون که ما در اوجا در نقش اساسی خدمت تصور کرده میتونم و کوشش میکنم که از عهده همون نقش به خوبی برام تا اینکه بینندرم درک نمره. در آینده خود رو به صفتی که دیدن میخواهید؟ ژورنالیست، هنرپیشه یا کارگر دولتی؟ سوال خیلی به مورید. من وقتی که فهمیدم که اوچای اصلی ما پیدا کردن میخوام، وقتی فهمیدم که اوچام مرا مونده رفته، از همون وقت در دل ما امی یک شوق ژورنالیست شدن پیدا شد که من گفتم شاید که من برم در تلویزیون برآمد کنم و اوچام مرا بیند و شناسد و مرا کفتنی بیاید. از همون صنف هفتمیم 12 اپریل بود که من تلویزیون بهارستان به حیث برنده کار اومدم. کسب خدمت دوست میدارم، کودک ها قطعی صحبت کردن، دنیای کودک ها رنگی نه. به این خاطر در آینده میخوام که همچون ژورنالیست کار کنم. به فکر شما برای ژورنالیست و مکتب ژورنالیستی را خونه شرط نیست یا چرا شما از به اکادمی داخل شدید؟ ما بعد از ختم صنف 9 4 سال کالج آموزگاری به نام خصوصیات مخصوم و زبان و ادبیات تاجیک با دیپلم اعلی ختم کردگیم و ادامه تحصیل اکادمی اداره کنی دولتی خوندستم. در آینده مخصوصان رو چی سرپرایز و انتظار است؟ در آینده نقشه ها زیاد است، ولی من میخوام که مخفی موند، چون که خوبتر است. زیرا سرپرایز حقیقی میشود. البته عرض سپاس میکنیم برای اشتراک در برنامه. بار دیگر خوش آمدید به برنامه. تشکر زیاد که ما رو به برنامه دعوت کردید. بسیار یک صحبتی خوب بود. خوب میبروید. تشکر.